دوباره روند رهایی زندانیان طالبان. افراد نزدیک به طالبان میگن 50 زندانی طالبان کسانی هستند که حکومت آنان را خطرناک میخواند. هغه سپارون کې کار مته ویل په تغیرات کې چې د یو زندانی په خپلوانو باندې چې هغه د هغه کارغلا سره راغلي په هغې باندې بمبار وکړو که لسګونو خلک یې شهیدان. خواست تحقیق مسئله قطع برق د افغانستان بانک. بنیاد دیدبان شفافیت میگوید حکومت باید در مورد این قضیه وضاحت بدهد. افغانستان بانک په تړاو سکونه دعوی کیږي چې ګواکې هلته د څلورو ساعتونو لپاره برېښنا او امنیتي کمرې بندې شوې وي. باید د دغه ډول ادعاو په خپلواکه ډول باندې څېړنه وسي او د دوی په اړه سکون راټول ګرځوسي هغه باید ولس سره هم شریک شي. و بیجینګ تهدید کرده است که اقدام متقابل و مناسب می کند. استخبارات امریکا کنسولگری چین در شهر هاستون را تلاشی کرده است. به نام خدا و با عرض سلام و خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. من خاطر احمدی هستم با ادامه خبرهای این ساعت. حکومت افغانستان در جمع زندانیان رها شده 50 زندانی دیگر را نیز رها کرد که خطرناک خوانده شده بودند. احمد الله واثق یک عضو گروه طالبان در قطر بر اساس توافقنامه دوحه به اشاره به آغاز پروسه رهایی زندانیان از رهایی 50 زندانی پل چرخی خبر می‌دهد که حکومت دوسیه های آنان را جنجال برانگیز خوانده بود. در همین حال ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید زندانیان که بر اساس توافقنامه از زندانهای حکومت افغانستان رها شدند از سوی حکومت بر خانه هایشان حمله می شود، آنان را دوباره با خود می برند و اگر حکومت از این اقداماتش خودداری نکند عواقب آن خطرناک خواهد بود. آگاهان امور میگویند که این افراد به دلیل از سوی حکومت گرفتار میشوند تا از آنان بر ضد صلح استفاده تبلیغاتی کند، اما مقامات حکومتی در این مورد چیزی نمیگویند. طالبان همزمان با آغاز سفر تازه زلمه خلیزاد به کشورهای منطقه و شمول افغانستان از رهایی زندانیان این گروه از محبس پلیچرخی خبر می دهند. ملا احمد وسیق عضو گروه طالبان در صفحه تویترش نوشته است که طرف مقابل در آغاز روند رهایی زندانیان را که رهایی آنان به طریق در آمده بود 50 زندانی را که دوسیه های آنان جنجال برانگیز خوانده شده بود رها کرده است. پروسه رهایی زندانیان پس از تأخیر چند روزه دوباره آغاز شد. مطابق با توافقنامه صلح از جمع لیست 5000 نفری زندانیان طالبان علاوه از زندانیانی که قبلا رها شده اند 50 زندانی دیگر این گروه به تازگی از محبس پلیچرخی رها شدند. مولوی ضیاءالدین رئیس هیئت طالبان گفت زندانیانی که رها شده از جمع زندانیانی اند که مقام های اداره کابل دوسیه های آنان را جنجال برانگیز خوانده بودند. قبل از این تاکید حکومت افغانستان این بود که از لیست 5000 نفری طالبان بیشتر از 4000 زندانی را رها کرده و در حدود 600 زندانی را که دوسیه های حق لبدی دارند رها نمی کند. در این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان ابراز نگرانی می کند که حکومت افغانستان بر خانه های زندانیان رها شده این گروه عملیات می کند، حملات هوایی انجام می دهد، آنان را گرفتار و دوباره زندانی می سازد. این اقدامات تحریک آمیز است و عواقب خطرناک دارد. اداره کابل در رهایی زندانیان طالبان به دلیل تأخیر می کند تا مذاکرات صلح به تأخیر انداخته شود. از سوی امنیت ملی اداره کابل زندانیان رها شده مورد حمله قرار می گیرند. آنها را گرفتار و توقیف می کنند. اعلام می کنیم که از تخطی ها و اعمال تحریک آمیز باید خودداری شود. در غیر آن مسئولیت عواقب آن به دوش آنان خواهد بود. افراد نزدیک به طالبان و آغاز پیشرفت های مذاکرات صلح نیز حکومت را به ایجاد موانع و اقدامات تحریک آمیز در برابر پروسه صلح متهم می کنند. آنان می گویند در چند ولایت بر خانه های طالبان رها شده به دلیل عملیات و حملات هوایی صورت می گیرد که حکومت از آن استفاده تبلیغاتی می کند و وانمود می سازد که این افراد را در میدان جنگ گرفتار نمودند.
افغانستان حکومت په متواتره توګه باندې هڅه کوي چې طالبان دوباره د جګړې د ډګر ته راوباسي. هغه سپارونکي کارونه کوي لکه په هرات کې چې د یو زنداني په خپلوانو باندې چې هغه د هغه کراغلاس ته راغلي وو په هغې باندې بمبار وکړو په لسګونو خلک یې شهیدان کړل. یا نور هغه زندانیان چې د بګرام پولي سرخونه خوشي کېږي په هغې باندې چاپي ویل کېږي او دوباره نیول کېږي. دا پاراونکي حرکات دي د افغانستان حکومت په ټول توان سره هڅه کوي چې طالبان جنګ ته راوباسي او بیا همدغه جګړه د دوی خلاف په مطبوعاتي شکل باندې د هغې نه استفاده وکړي. حکومت افغانستان موقفش را در مورد رهایی 50 زندانی طالبان از محبس پلچرخی، عملیات شبانه و حملات هوایی بر خانه های زندانیان رها شده طالبان روشن نکرده است. اما طالبان را با تجدید جنگ و افزایش خشونت ها و نقض توافق صلح متهم کرده بود. بنیاد دیدبان شفافیت میگوید حکومت افغانستان باید در مورد قطع برق و از فعالیت ماندن کمره های امنیتی در افغانستان بانک به مردم وضاحت دهد. بنیاد دیدبان شفافیت این کار را تلاش برای فساد مالی می‌خواند، اما می‌گوید حکومت و ادارات مسئول باید در این رابطه به پرسش‌های مردم پاسخ بدهند. گفته می‌شود که اجمل احمدی سرپرست کنونی دی افغانستان بانک در دبی است. روز گذشته مقامات دی افغانستان بانک گفتند که آنان در مورد این مسئله مجلس کردند و اعلامیه نشر می‌کنند، اما مقامات بانک در روز سوم نیز نه به گفتگو حاضر شدند و نه هم اعلامیه صادر کردند. مسئولان دی افغانستان بانک برای سومین روز حاضر نشدند تا در مورد قطع برق و توقف فعالیت کمره های امنیتی این بانک معلومات بدهند. کابل نیوز گزارش را روز پنجشنبه به نشر سپرده بود که یک هفته پس از تقرری اجمل احمدی به حیث سرپرست دی افغانستان بانک، برق عمومی این بانک برای 4 ساعت قطع شده و کمره های امنیتی از فعالیت باز مانده است. گفته می شود که اجمل احمدی سرپرست کنونی دی افغانستان بانک اکنون در دبی به سر می برد و مسئولان بانک نمی خواهند که در این مورد به رسانه ها معلومات بدهند. اما دیدبان شفافیت میگوید حکومت افغانستان باید در مورد قطع برق و توقف فعالیت کمره های امنیتی این بانک به مردم وضاحت بدهد. افغانستان بانک په تړاو سکوم داوی کیږي چې ګواکې هلته د څلورو ساعتونو لپاره برېښنا او امنیتی کمرې بندې شوې وي. باید دغه ډول ادعاو په خپلواکه ډول باندې څېړنه وسي او د دوی په اړه سکوم راپور بیا جوړ سي. هغه باید ولس سره هم شریک سي. سرپرست جدید دی افغانستان بانک متهم است که همزمان با آمدنش به بانک یک تیم 10 نفری را که با وی افهام و تفهیم می کند نیز با خود آورده است و همه مسئولان بانک مکلف شدند تا گزارش های کاریشان را به این 10 تن بدهند. اعضای ولسی جرگه نیز تقرری های سیاسی را در این گونه اداره های مهم کشور غیر قانونی می خوانند و می گویند حکومت عمدن به فساد زمینه سازی می کند. په افغانستان کې د فساد ریښې نهایت ډېرې اوږدې دي، نو دغه مسایل باید په صحیح شکل باندې بررسي سي، ځکه نړیوال فشار هم همدا دی چې فساد په افغانستان کې اوج ته رسېدل دي او باید مخه ونیول سي. همزمان با تقرری اجمل احمدی به حیث سرپرست افغانستان بانک، گزارش کابل نیوز در رابطه با قطع شدن برق این بانک برای 4 ساعت و توقف فعالیت کمره های امنیتی آن در حال است که مسئولان افغانستان بانک روز شنبه گفته بودند که آنان در مورد این مسئله آگاهند و بر یک اعلامیه کار می کنند، اما تا اکنون نه اعلامیه منتشر شده است و نه هم مقام های بانک در این مورد به گفتگو حاضر شده است. زلمه خلیلزاد سفرش را به شمول افغانستان به شمار از کشورهای منطقه آغاز کرده است. وزارت خارجه امریکا میگوید نماینده خاص امریکا به شمول افغانستان در دیدار از قطر، پاکستان، نروژ و بلغاریا بر کاهش خشونت‌ها و مرحله اخیر تکمیل تبادله زندانیان تأکید خواهد کرد. منابع نزدیک به طالبان ابراز امیدواری میکنند که خلیلزاد در این سفر در کنار برداشتن موانع موجود در برابر پروسه صلح افغانستان، راه را برای مذاکرات بین الافغانی و تفاهم هموار خواهد کرد. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه از هر دو طرف دخیل میخواهند که با تطبیق توافقنامه صلح برای پیروزی این پروسه گام های مثبت بردارن و هر گونه مخالفت در برابر تلاش های صلح تلاش برای سبوتاژ کردن این پروسه است.
نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان سفر تازه‌اش را به شمول افغانستان به قطر، پاکستان، نروژ و بلغاریا آغاز کرده است. وزارت امور خارجه امریکا میگوید خلیلزاد هنگام این سفر در دوحه و کابل علاوه بر مشکلات موجود در برابر آغاز مذاکرات بین‌المللی و تکمیل مرحله نهایی تبادله زندانیان بر کاهش خشونت‌ها تاکید می‌کند. منابع نزدیک به طالبان سفر تازه خلیلزاد را به افغانستان و کشورهای منطقه سودمند می‌خوانند که بر اساس آن با برطرف ساختن موانع موجود در برابر پروسه صلح برای مذاکرات بین‌المللی و تفاهم زمینه سازی خواهد شد. زنده راتک سره ان شاء الله دغه خندونه سي افغانستان حکومت اچ برخه کی دغه خندونه هغه په پات او رسیدي او نهایت تفاهم د پروسه پایل ته لا تاوارس. ایالات متحده در حال تلاش‌هایش را در مورد مسئله افغانستان تصریح می‌کند که به باور ناظرین پس از پایان بحران سیاسی در کابل انتظار می‌رفت که با تکمیل روند رهایی زندانیان مذاکرات مستقیم بین‌المللی آغاز خواهد شد، اما حکومت روند رهایی زندانیان باقی مانده طالبان را به دلایل مختلف به تأخیر انداخت. در همین حال برخی از اعضای ولس جرگه از حکومت و طالبان می‌خواهند که با تطبیق توافقنامه صلح برای کامیابی این پروسه اقدامات مثبت بیشتری نمایند. به باور آن مخالفت با صلح زیر هر عنوانی که باشد تلاش برای سبوتاژ این پروسه تلقی می شود. هم طالب لوری هم دی حکومت لوری باید په دغه هوکړه باندې په قطر کې دوی کړی ده په دې باندې کلک ودرېږي که خارجي قواو سره کومه پریکړه سوې ده یا کومه معاهده لاسلیک سوې ده غیته باید دواړه طرفونه احترام ولري. هر روزنه‌ای که برای صلح افغانستان گشوده میشه حکومت افغانستان باید استقبال بکنه. هر نوع مخالفت افغانستان حکومت افغانستان به معنای سپوتاژ پروسه صلح خواهد بود. زلمه خلیلزاد در حال سفر تازه‌اش را به کشورهای منطقه آغاز میکند که طالبان نظرهای 50 زندانیانان از محبس پلوچرخی خبر میدهد که حکومت قبلا آنان را خطرناک خوانده بود. بلوچ ولایت نیمروز از دیدار با رئیس جمهور غنی خودداری کردند. رئیس جمهور غنی صبح روز یکشنبه به ولایت نیمروز رفت و با مقامات این ولایت در مورد برخی مسائل گفتگو نمود، اما شورای بلوچان ولایت نیمروز با نشر یک اعلامیه دیدار با رئیس جمهور غنی را تحریم کردند و گفتند با وجود این که بلوچان یک بخش افتخارات افغانستانند اما حکومت افغانستان آنان را فراموش کرده است و رئیس جمهور غنی به این قشر هیچ گونه توجه نکرده است. در اعلامیه شورای بلوچان آمده است که آنان در هیچ یک از پروگرام های رئیس جمهور غنی اشتراک نمی کنند و در مورد اشتراک بلوچان در مجالس سیاسی آینده تصمیم می گیرند. اما ارگ ریاست جمهوری می گوید که رئیس جمهور غنی در دوران سفرش به ولایت نیمروز از امور ساخت و ساز بند کماخان دیدار کرده و مردم از ساخت این بند ابراز خرسندی کردند. بیبی گل سلام های بسیار گرم خود برتان میگه. یک نطق داره سرزنا دو روز بعد اگه با او مصروف نمی بود خدمتتان میامد. او مثل ما واره به خلطه فایل نمی کنه، نطقای خود نشته می کنه. انستیتیوت صلح افغانستان میگه تا کنون تمام تلاش های صلح بر آغاز گفتگوهای بین الافغانی متمرکز است. مسئولان این انستیتیوت میگویند که تمام تلاش های کشورهای دخیل و کشورهای منطقوی و جهانی پیرامون مسئله آغاز مذاکرات بین الافغانی میچرخد که به گفته این بنیاد تا اکنون هیچ یک از طرف ها بر مسائل مهم و پیچیده ای که محتوای مذاکرات است بحث نکردند. آنان می افزایند که تا هنوز هم برای مذاکرات بین الافغانی تعریف مشخص وجود ندارد. حکومت افغانستان آتش بس دائمی می خواهد و طالبان در گفتگوهای بین الافغانی خواهان حکومت موقتند. انستیتوت صلح افغانستان می گوید تا اکنون تلاش های همه طرف های داخل بر آغاز مذاکرات بین الافغانی متمرکز است. مسئولان این انستیتوت که با یک نشست خبری در کابل سخنرانی می کردند گفتند همه تلاش ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی متمرکز است، در حالی که بر رکن مهم و پیچیده این مذاکرات که آن محتوای این مذاکرات است هیچ کس بحث نمی کند. آنان می افزایند طالبان در آستانه آغاز مذاکرات بین الافغانی
خواهان حکمت موقتند، اما حکمت افغانستان بر آتش بس دائمی تاکید میکند. نو دغه موضوع دی وسارل سی و دی ارزول سی چې آیا سوک چې کومه وعده کوي ترسره کوي کنه، او که بار بار په هغه تیرو نقشو باندې او په تیرو نقشو باندې موږ مخکې زو، په دې معنا چې بیا امریکا هم نه غواړي چې دلته سوله راشي. تر اوسه پورې چې هر څه شوي دي صرف د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره شوي دي. په بین الافغانی خبرو کې د پرمختګ لپاره هیڅ نه دی شوي. هغه درانه شرطونه چې دوی مخکې د بین الافغانی خبرو د پیل نه یو د بل په وړاندې کړي، دا هغه موارد دی چې بین الافغانی خبرو ته د ورتګ مخه نیسي. مثال د طالبانو تحریک وایي چې کله موږ بین الافغانی خبرو ته کیناستو نو د لنډمهاله حکومت وختنه کوو. افغان حکومت پر دایمي اوربند ټینګار کوي او د حکومت نظام پر پاتې کېدو باندې. آنان میگویند تا هنوز هم تعریف مشخصی برای مذاکرات بین الافغانی وجود ندارد. آنان در جریان مذاکرات سال بر آتش بس تاکید دارند، اما میگویند یک عامل تأخیر در مذاکرات بین الافغانی تاکید طرفین بر موقف هایشان و موقف مبهم امریکا خوانده می شود. د طالبانو ټینګار، د حکومت انکار او د امریکای ناڅرګند سیاست دغه مسله لا هم پیچلې کړي، او دې ته لا راوره کړي چې دواړه لوري پر خپلو دریځونو ټینګار وکړي. په دې توګه د بین الافغانی خبرو پیل له یوې بلې مسلې سره مخامخ ده. ځکه دلته ځینې داسې مسایل دي چې خپل افغان حکومت یا د اقل واک نه لري، او تاسو ته دا موضوع بهتره معلومه ده چې وخت چې خبرې اترې کېدلې حتی د دریمګړي په لاس موضوعات د افغان ولسمشر سره شریک کېدې. بر اساس یافته های این انستیتیوت 60% مردم افغانستان پروسه جاری صلح را بازی استخباراتی می خوانند و می گویند اجماعی به سطح منطقه برای این پروسه وجود ندارد و کشورهای منطقه منافعشان را در آن جستجو می کنند. آنان از طرف های داخل می خواهند که برای کامیابی پروسه صلح در موقف هایشان انعطاف پذیری نشان دهند. ترڅو په دریزونو کې لک نرموالی رامنځته نشي، بین الافغانی خبری منطقه نه پیلیږي، ځکه چې هغه خبری بیا په نورو لانجو باندې بدلیږي. انستیتوت صلح در حال خواهان توجه طرف های داخل به محتوای مذاکرات بین الافغانی است که با گفته این انستیتوت هنوز هم تعریف مشخصی به این مذاکرات بین الافغانی وجود ندارد. حرکت اسلامی افغانستان میگوید که هیئت تعیین شده مذاکراتی برای مذاکرات بین الافغانی قابل قبول مردم نیست. این حزب همچنان پس از تامین صلح بر فعالیت‌های گروه داعش ابراز نگرانی می‌کنند که افغانستان پس از صلح به میدان جنگ دیگر مبادر نگردد. حرکت اسلامی همچنان از حکومت می‌خواهد که زندانیان باقی‌مانده طالبان را به هدف پایان دادن به جنگ رها کند و با نگهداری زندانیان آتش جنگ را دامن نزند. عدم رهایی زندانیان متبقی طالبان ظاهرا مذاکرات بین الافغانی و مراحل دیگر پروسه صلح را با مشکلات مواجه کرده است. حزب حرکت اسلامی افغانستان میگوید تحکیم صلح در کشورها مهمتر است و تاکید میکند که در تیم تعیین شده برای مذاکرات با طالبان به همه احزاب و اقشار مختلف توجه نشده است. آنان میگویند تیم تعیین شده مذاکراتی به مردم نیز قابل قبول نیست و در این هیئت باید به همه اقشار جامعه توجه شود تا مذاکرات موفقانه پایان یابد. شرکت همه اقوام، همه احزاب، همه نهادهای تصمیم گیرنده، جوانا، خانوم ها، همه باید در این موضوع شریک باشند تا بتانند که یک فهرست خوبی را اینا اتخاذ کنند و بتانند به نشست بین الافغانی را ارائه بکنند. کسایی که در لیست این نشست قرار گرفته اینا مورد تایید همه مردم افغانستان نیست و هیچ کسی را به تمام معنا نپذیرفته تا به حال را. این حزب همچنان میگوید حکومت باید زندانیان متابقی طالبان را به هدف پایان دادن به جنگ هرچه زودتر رها کند تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. حزب حرکت اسلامی افغانستان ابراز نگرانی میکند که موجودیت گروه داعش پس از صلح با طالبان مشکلات دیگری است که باید به آن توجه شود. آنان میگویند بیم وجود دارد که پس از یک جا شدن طالبان با حکومت، گروه داعش در نقاط مختلف افغانستان تحرکات را آغاز خواهد کرد و افغانستان به میدان جنگ دیگر مبدل خواهد شد. تو نباشه که پس از تحریک طالبا و قضایایی که حالا بیای صلح ایجاد شوه بعد از او گروه داعش بیایه و ابرگرده های مردم افغانستان اینجا باز خونریزی ها و بحث های تروریستی و قضایای دیگه جریان داشته باشه. حزب حرکت اسلامی افغانستان از جامعه جهانی نیز خواست که به هدف پیروزی پروسه صلح همکاری کند و از طالبان خواست که خشونت ها را کاهش دهند. بر راهنمایی های صحیح توجه نشود،
احتمال خطر گسترش موج دوم ویروس کرونا بیشتر است. سرپرست وزارت صحت عامه که در مراسم افتتاح خیرخواه مدیکال کمپلکس سخنرانی میکرد گفت که رویدادهای مثبت ویروس کرونا روز به روز در حال کاهش است و در حال حاضر این ارقام به 16.5% کاهش یافته است. اما مردم باید راهنمایی‌های صحی را در نظر بگیرند. در همین حال مقامات وزارت صحت عامه در 8 ولایت افغانستان شمار مبتلایان ویروس کرونا را بیشتر می‌خوانند. امور ارتقای شفاخانه 20 بستر خیرخواه به 50 بستر در کابل افتتاح شد. مسئولان خیرخواه مدیکال کمپلکس میگن که این شفاخانه از 20 به 50 بستر ارتقا یافته است و پس از این خدمات عمومی را به اتباع کشور عرضه میکند. خوشبختانه که امروز شاهد 50 بستر هستیم که خدمتگزاری به وطن ما و به ملت ما میباشیم. در این حال سرپرست وزارت صحت عامه هنگام سخنرانی به مراسمی که به همین هدف برگزار شده بود گفت گراف واقعات مثبت ویروس کرونا با گذشت هر روز رو به کاهش است، اما مردم باید توصیه های صحی را در نظر بگیرند. وی میگوید هرچند واقعات مثبت با گذشت هر روز کاهش می‌یابد، اما می‌افزاید اکنون واقعات مثبت این ویروس به 16.5% رسیده است. تعداد واقعات مثبت مصاب کرونا در حال کم شدن است که 741 مورد سمپلا گرفته شده که تنها 121 واقع مثبت داشتیم. به این مفهوم است که 16.5% تعداد واقعات مثبت است که یک خبر خوش است. اما سخنگوی وزارت صحت عامه که هنگام نشست خبری در مرکز رسانه ها سخنرانی میکرد گفت هنوز هم گراف واقعات مثبت کرونا ویروس در شمار از ولایات رو به افزایش است. مسئولان میگن هرات، بادغیس، کندهار، خوست، غور، زابل و بلخ از جمله ولایات است که بیماران ویروس کرونا یا کووید 19 در آن بیشتر است. در پالوی هرات، بادغیس امروز پوزیتیویتی ریت یا فیصدی معایناتی که مثبت میشه بسیار بالا است. قندهار، خوست، غور، زابل و بلخ این ولایاتی است که در این ولایات فعلا معایناتی که صورت میگیره معاینات فیصدی مثبت بسیار بالا است. مقام های وزارت صحت عامه میگویند در 24 ساعت گذشته 121 واقع مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده و میافزاید این ویروس رو به کاهش است، اما از مردم میخواهند که توصیه های صحی را در عید قربان به جدیت رعایت کنند. سفارت هند در کابل میگوید گروه هشتم سکان افغان به هند رسید. سفارت هند در کابل ویزه 11 سکه را صادر کرده و گفته است که گروه هشتم از سکه‌های افغان از کابل به دهلی جدید رفته است. در اعلامیه سفارت هند در کابل آمده است که زمینه رفت آمد برخی از سکه‌های افغان را مساعد نموده است که علاقمندی رفتن به این کشور را داشتند. نرندرا سنگ نماینده سکه‌ها در شورای ملی میگوید شمار از سکه‌های افغان به منظور تداوی و زندگی شخصی به این کشور رفتند. وی میگوید که آنان تابعیت هند را به دست نیاوردند، بلکه حکومت هند برای آنان ویزه دراز مدت داده است. این در حال است که حملات اخیر بر هندوها و سکها این گروه اقلیتی را مجبور کرده است تا افغانستان را ترک کنند. با ادامه خبرها خوش آمدید. چین از داخل شدن مامورین استخباراتی آمریکا با ساختمان قنصلگری این کشور در شهر هاستن ایالت تگزاس شکایت کرد. حکومت چین این اقدام را خلاف اصول و قوانین بین المللی می خواند. وزارت امور خارجه چین طی اعلامیه گفته است که ساختمان قنصلگری ملکیت چین است و بر اساس پیمانهای بین المللی مامورین آمریکایی حق داخل شدن در آن را نداشتند. چین به این اقدام ایالات متحده هشدار پاسخ مناسب را نیز داده است. قنصلگری چین در شهر هاستن روز جمعه به دستور آمریکا بسته شد، اما چند ساعت پس از آن مامورین استخباراتی این کشور وارد این ساختمان شدند و آن را تلاشی نمودند. حکومت چین نیز در اقدام مقابل قنصلگری آمریکا را در شهر چیندوی این کشور مسدود نموده است، اما تا اکنون روشن نیست که دیپلماتان و مامورین آمریکایی که در آنجا کار می‌کردند چگونه از چین خارج شده می توانند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با اشاره به حضور ایران در سوریه و لبنان گفته است که اجازه نخواهد داد که تهران در سرحدات شمالی اسرائیل جابجا شود و این مبارزه در برابر حضور نظامیان ایرانی در سوریه را طرز العمل ثابت سیاسی خود خوانده است. و هفته گذشته با توجه به حملات راکتی بر سربازان امنیتی اسرائیل از سوریه گفته است که اگر از سوی سوریه و لبنان هر گونه حمله بر اسرائیل صورت گیرد، مسئولیت آن به همین کشورها متوجه خواهد بود. نظامیان اسرائیل در پاسخ به این حملات چند هدف را در سوریه مورد حمله قرار دادند و گفته می شود که در نتیجه این حمله به شمول علی کامل محسن، یک رهبر حزب الله لبنان، چند فرد دیگر نیز در آن کشته شدند. ممنون از توجهتان. به خبرهای این ساعت شبتان بخیر. خدا نگهدار.